با درود به جناب دکتر میلانی که این برنامه رو در اصل پیشنهاد کردن و ترتیب دادن و سپاسگزاری از همه دست‌اندرکارانی که با ایشان همکاری کردن، به ویژه همکار نزدیکشون بانو فرهاد، و خوش آمدگویی به همه دوستان و عزیزانی که زحمت کشیدن و در این برنامه حضور پیدا کردن و الان من از راه دور از در واقع دیروز به امروز اونها رو میبینم و خوشنودم از اینکه این امکان فراهم شده است و امیدوارم بتونم در این فرصت کوتاه و به کوتاهی مطلبی رو که عنوان شده است، عنوانش به اطلاعاتم رسیده است، به کوتاهی بتونم بیان کنم. سخن اصلی من ناگزیر کوتاه خواهد بود. من به اصطلاح ادبی قدیمی‌های خودمون رؤوس مطالب، یعنی سرخط‌های مطلب رو بیان خواهم کرد براتون و فرصت زیادی رو نخواهد گرفت و بعد بهتر این باشد که پرسش و پاسخی در میان باشد تا به قول قدیمی ها مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد، تا بلکه من به شوق پرسش هایی که احیانا شما خواهید کرد بتونم ناگفته ها رو تا حدی که امکان داره و فرصت اجازه میده باز بگویم و به هر حال یه کوشش کوچکی بکنم در این که این مطلب مهم، یعنی حماسه ایران از فردوسی و پیش از فردوسی و بعد هم روایت های نقالی که نقالان ما بیان می کردن و همونطور که خواهم گفت با اشاره به جزئیات، سه نمونه، یعنی سه متن بازنوشته از نقالی ما الان در دست داریم که من معرفی خواهم کرد. چیز دیگری نوشته غیر از اینها تا اونجایی که من اطلاع دارم تا این لحظه به دست ما نرسیده. البته مرشدهای زنده هم هستند هنوز که کار میکنند و ما افتخار میکنیم و خوشنودیم و بهشون خوشباش میگوییم که کار رو ادامه میدن. از جمله در تهران مرشد ترابی که الان مشغوله و خوشبختانه عمرش به روزگار اسکایپ و روزگار اینترنت و تمام این دستگاه فنی رسیده و الان همین امروز صبح من یک نقل جدید رستم و سهراب رو که در تهران ایشون اجرا کردن من اینجا از طریق اینترنت تماشا کردم و گوش کردم. بسیار عالی بود. و همچنین در خود اصفهان هم که حالا بیشتر من توجهش داشتم و سنت نقالی در اونجا، الان هستن نقالانی از جمله مرشد ایزد خاصی که کار نقالی رو در اصفهان هم ادامه میده و در تهران مرشد ترابی رو داریم که من اشاره کردم و حتی در محل اقامت شما در کالیفرنیا ما بانوی رو داریم ایرانی که برای نخستین بار که یک زن به این کار پرداخته، یک بانو به این کار پرداخته و دست پرورده در واقع مرشد ترابی هست ایشون و مرشد ترابی لقب گردا فرید رو به ایشون داده. ایشون نام خانوادگیشون چیز دیگریست ولی این نام خانوادگی نیست. گردا فرید شخصیت بانویست در شاهنامه، در داستان رستم و سهراب بانوی دلاور و پهلوانیست و مرشد ترابی تشخیص داده که این لقب رو، این عنوان رو به ایشون بده و این بانو الان در کالیفرنیا زندگی میکنن و به هر حال خیلی غنیمت که به اولین زنی هستن که این کار رو عهده‌دار شدن، با علاقه فراوان این کار رو میکنن. من صحنه‌هایی از نقالی ایشون رو
نه از نزدیک متاسفانه ولی از راه همین دستگاه الکترونیک تماشا کردم و به هر حال حتی همراه با خود مرشد ترابی ایشون برنامه خوبی رو اجرا کردن، رستم و سهراب رو اجرا کردن. به هر حال مطلب رو کوتاه کنم از حاشیه به متن بیام و به طور خلاصه من خطای اصلی مطلب رو بیان میکنم و بعد فرصت رو میذارم برای پرسش پاسخ که کنن بسیاری ناگفته ها رو تا اونجا که فرصت اجازه بده خواهم توانست بیان کنم. و از شاهنامه فردوسی به سوی پیشینه آن، در واقع سیری وارونه در تاریخ فرهنگ ایران برای شناخت سرچشمه های کهن افسانه ها و اسطوره ها و داستان های پهلوانی ایران. اینجا ما یک سیر وارونه ناگزیر می کنیم. خب شاهنامه رو الان همه ما در دسترس داریم، روی میزهای کارمون در قفس های کتابخانه مون هست و دائم می توانیم شاهنامه رو هر گوشه ایش رو ببینیم. خوشبختانه با ویرایش های خیلی خوبی که در زمان ما شده است، غیر از ویرایش هایی که در خود ایران انجام گرفت، ویرایشی که دیر زمانی پیش از این، دهه ها پیش از این در مسکو به وسیله ایران شناسان شوروی اون زمان اجرا شد، به اجرا در آمد، منتشر شد و معروف است به شاهنامه چاپ مسکو و بعد از اون ویرایش بسیار بسیار عالی و کاملتری که استاد دکتر جلال خالقی مطلق، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان، ایشون منتشر کردن و دو چاپ بسیار معتبر و عالی و دقت تمام از این کتاب، از این شاهنامه 8 جلدی استاد خالقی مطلق منتشر شده. یکی در آمریکا چاپ شده به وسیله استاد دکتر یارشاتر، دکتر یارشاتر در نیویورک منتشر کردن از طرف بنیاد میراث ایران و بعد چاپ دومی رو دایره المعارف ایران در تهران از همون چاپ کرده که هیچ تفاوتی نداره و عیناً همون چاپ مثل چاپ آمریکاست. این ویرایش خالقی مطلق تا امروز نظیر نداره و کاری بالاتر از اون صورت نگرفته. البته ویرایش های دیگری هم صورت گرفته که حق این است که اشاره بهش بشه و یکی از اونها که در 6 جلد منتشر شده آقای مهندس مصطفی جیهونی منتشر کرده که در 6 جلد هست و اون را هم الان ما در دست داریم. تفاوت هایی داره البته با ویرایش مسکو و با ویرایش دکتر خالقی مطلق. به هر حال یادی بود نیک یادی بود از دستندرکاران ویرایششان. خب حالا ما این شاهنامه ها را در دست داریم. دوستان نمیدونم چه چاپی از شاهنامه، این چاپ های مختلف دیگری هم شده است که حالا مجال این نیست که من بخوام کتاب شناسی کنم و همه چاپ ها یا گزیده ها رو بیان کنم. دوستان لابد علاقه ای که به شاهنامه دارن به هر حال یکی از این چاپ ها رو در دست دارن، احتمالا در کتابخانه شخصیشون دیدن و چه بسا که بیشتر از یکی. ولی من خیلی فشرده به کارهای اصلی و شاهنامه های چاپ شده اصلی اشاره کردم و چاپ های دیگری هم هست. حالا ما یک سیر وارونه از این شاهنامه‌ای که در دسترس ما هست یا روی میز هر کدام از ما هست، ما یک سیر وارونه می‌خوایم بکنیم در تاریخ فرهنگ ایران و ببینیم سرچشمه‌های کهن چیست و چی بوده است که این همه آوازه ها و این همه شهرت جهانگیر از اون تا به روزگار ما تا این زمان رسیده است. و بعد در متن ها می توانیم برای شناخت شاهنامه تنها به خود شاهنامه بسنده نکنیم و در متن های اوستایی و سرودهای گاهانی
که از نیاکان ما در هزاره های پیش از میلاد مسیح به دست ما رسیده است، به یادگار به ما رسیده است. ما در اینها رد پای داستانهای حماسی و پهلوانی ایرانیان رو میبینیم و خب چاپهای مختلفی از این متنهای گاهانی و متنهای اوستایی شده است که به زبانهای گوناگون غیر ایرانی، غیر فارسی و علاوه بر اون در زبان فارسی هم از یک قرن پیش کار شده در این زمینه و استاد زنده یاد من ابراهیم پور داوود که حق استادی و پدری بر من دارد عرض داشته است و خاطرش زنده است و هنوزم من این احساس رو دارم، ایشون کار گرانسنگی در مورد متن‌های گاهانی و اوستایی نو کرده است که بعد به دستور ایشون یا به خواست ایشون من مجموعه گزارش ایشون رو خلاصه کردم که در یک جلد بازنوشت کردم و اون منتشر شد از سوی انتشارات مروارید در تهران که 6 بار هم این گزینه که استاد داوود خواسته بود من تهیه کنم تهیه کردم، 6 بار هم به تاپ رسید و سپس خود من از ناشر خواستم که دیگر انتشار اون رو متوقف کنم، چرا که کار گسترده تری در زیر دست داشت و خوشبختانه اون کار گسترده تر هم به ثمر رسید و در 2 جلد بزرگ با بیش از 1000 صفحه اون منتشر شد از سوی انتشارات مروارید در تهران. عنوانش هست اوستا یادمانی از فراسوی هزاره. خب این اوستای 2 جلدی هم که اکنون به چندین چاپ رسیده است، به چاپ 14 رسیده است و بسیار مورد اقبال همیانان قرار گرفته، این 2 جلد را هم اکنون در دست داریم و کسانی که مایل به شناخت عمیق و گسترده شاهنامه هستند و میخوان پیشینه های شاهنامه رو ببینن در متن‌های اوستایی و گاهانی چه رد پاهایی ازش باقی مانده، میتوانند به این 2 جلد مراجعه کنن و هران چرا فهرست راهنماش هم هست کمک میکنه، نام‌های پهلوانان، نام‌های داستان‌ها و خلاصه هران چی که مربوط به شاهنامه است در فهرست گسترده نامنامه این 2 جلد کتاب هست. از این طریق میتوانند ببینن که در روزگاران کهن پیش از اسلام و پیش از این که اصلا فردوسی در کار باشه و شاهنامه‌ای به زبان فارسی در کار باشه چه رد پاهایی هست. این خوشبختانه این امکان الان موجود، بنابراین میشه تا عمق زمان تا ژرفای زمان در عقب رفت و سیر وارونه کرد و این رد پاها رو پیدا کرد. اما آنچه که مربوط به بعد از اون زمان پیش از اسلام در واقع یعنی پیش از دوران ساسانیان میشد، بعد از اینکه از اون زمان گذشتیم به متن‌های فارسی میانه میرسیم. فارسی میانه نام دیگری است برای زبان پهلوی، زبانی که دو شکل داشته، شکل پارتی یا اشکانی و شکل ساسانی. شکل پارتیش در دوران اشکانیان این زبان مطرح بوده و شکل ساسانیش، شکل پارسیکش به اصطلاح در دوره ساسانیان مطرح بوده و خب متن‌هایی به ویژه از این بخش دوم یعنی روزگار ساسانیان برای ما به جا مونده که دانشوران و پژوهشگران هم جز ایرانی و هم ایرانی در یک قرن اخیر، سده اخیر این متن‌ها رو بسیاریش رو زنده مونده و بر جا مونده، این متن‌ها رو به زبان‌های زنده دنیا اول در کشورهای اروپایی به خصوص منتشر کردن، دربارش صحبت کردن و چیز نوشتن و سپس در خود ایران استادان بزرگ
زبانشناس و ادبیاتشناس این متن‌های بازمانده از روزگار ساسانیان را هم برای ما میراستند و منتشر کردند. و امروزه ما میتونیم به آسانی ببینیم که در دوران ساسانیان و در زبان پهلوی ما چه ردپاهایی از داستان‌های پهلوانی ایران داشتیم که سپس به فارسی جدید هم با اونها میتونیم مراجعه کنیم. بنابراین این پیشینه را هم ما داریم. و حالا میرسیم به دوران بعد از اسلام که به ما نزدیک‌تره، یعنی 14 سده یا در واقع از اون تاریخی که این کارها سابقه داره به کمتر از 14 سده به 12 سده پیشینه داریم که آثار اینها در دست ماست. و شاهنامه ابومنصور عبدالرضاق سپاهبد و فرمانروای خراسان که او فرمان داد به دستور خودش، اون زمان وزیر رو میگفتن دستور، به دستور خودش، به همنال خودش هم بود در واقع ابومنصور معمری، فرمان داد که آنچه را از روایت های پهلوانی نیاکان و جامانده فراهم آورد و در یک دفتر اونها رو تدوین کرد. این کار رو ابومنصور معمری کرد و منتها چون فرمانش را ابومنصور عبدالرزاق سپاهبد خراسان فرمان روای خراسان داده بود، به نام اون بیشتر مشهور شده. به امروز گفته میشه شاهنامه ابومنصور عبدالرزاق یا به کوتاهی شاهنامه ابومنصوری. و این خود متن این شاهنامه ابومنصوری باز هم متاسفانه بر جا نمونده، ولی گزینه های از اون اینجا و اونجا در کتاب های دیگر مثل کتاب چهار مقاله نظامی عروضی که در قرن ششم تألیف شده و کتاب های از اون قبیل، خلاصه های از این شاهنامه ابومنصوری باقی مانده و ما خواهیم توانست بدونیم که ابومنصور چه کار کرده و چه چیزهایی رو در گردآوردهای خودش آورد. اما مهمترین جایی که ردپای شاهنامه ابومنصوری رو ما داریم و در دسترس ما هست و امکان پذیر برای ما که بهش مراجعه کنیم، این خود شاهنامه فردوسی است. چون فردوسی بنیاد شاهنامه خودش رو بر بنیاد شاهنامه ابومنصوری گذاشت و از او یاد میکنه و شرح کارش رو میده در آغاز شاهنامه خودش، شاهنامه فردوسی، و میگوید که این مرد بزرگ چه کرد و چه فرمانی داد و فرمانش به کجا کشید و حاصلش چه بود. و بعد هم خود فردوسی از این پشتوانه استفاده بسیار زیاد، البته این تنها منبع و تنها خواستگاه و پشتوانه فردوسی نبوده است، بلکه یکی از اونها بوده و در واقع میشه گفت که شاید تنها خواستگاه نوشتاری بوده برای فردوسی که چیزی زیر دستش داشته باشه که خب این روایت های پهلوانی رو پیشینیان چگونه میگفتند و مینوشتند و اجرا میکردند. این رو ما در خود شاهنامه فردوسی این شرح حال رو، این اشاره رو میبینیم. و بعد هم خود فردوسی بهره‌گیری فراوان از این شاهنامه ابومنصوری کرده است. و بعد البته فردوسی بسنده نکرده به این شاهنامه ابومنصوری که ازش یاد میکنه، رو ازش استفاده میکنه، بلکه روایت های سینه به سینه پیران و سخنوران روزگار خودش رو بسیار بهش توجه داشته. و چه خوب که ما اگر چه اون سخنوران و اون روایتگران رو امروز به نام نمیشناسیم، ولی حاصل کارشون رو فردوسی کار نیکی کرده، یک کار نیک بسیار بزرگ که حاصل کار اونها رو در واقع در شاهنامه خودش
از اونها بهره گرفته است و روایت‌های سینه به سینه پیران و سخنوران روزگار خود فردوسی به ویژه در خاندان‌های دهقانی که او خود فردوسی وابسته به این خاندان‌ها بود. البته اینجا داخل دو هلال داخل پرانتز به اصطلاح من بگویم که دهقان که میگوییم فردوسی هم از دهقان‌های طوس بود به قول نظامی عروضی و دهقان شناخته میشد، این دهقان با دهقان امروزی به معنای کشاورز ساده تفاوت دارد و در اون زمان دهقانان یعنی خاندان‌های صاحب زمین و آب و ملک و در واقع قدرتمندان حیطه کشاورزی، چنین خاندان‌هایی رو میگفتن خاندان‌های دهقان. دهقان به معنای کشاورز ساده نبود و فردوسی خودش متعلق به یکی از این خاندان‌های دهقانی بوده در طوس که شرحش رو نظامی عروضی در 4 مقالش میده به نصب که دوستان میتونن شرح این خانواده فردوسی رو در کتاب نظامی عروضی بخونن. بنابراین فردوسی خودش از این آمخ ویژگی این خاندان‌های دهقانی این بوده که افزون و کار شغلیشون و کار منبع درآمدشون که هم کشتن آب و ملک و مسائل کشاورزی بوده، اینها به لحاظ علاقه شخصی و لحاظ سنت‌های خانوادگی علاقه بسیار به سنت‌های پهلوانی ایرانیان و ادبیات پیش از اسلام تا زمان اونها سینه به سینه بیشتر و به ندرت به صورت چاپ کتبی باقی مونده تا روزگار فردوسی رسیده بوده و فردوسی به این فردوسی مثل همه دهقان‌ها به اینها بسیار علاقه داشت، جز اینکه برخلاف عموم این دهقان‌ها او فقط مرد شنیدن و گفتن نبود بلکه مرد گفتار حماسی، گفتار پهلوانی، گفتار ادبی و فرهنگی هم بوده. به این جهت واسطه و میانجی بسیار مهمی بوده برای ما، یعنی برای همه کسانی که از بعد از روزگار فردوسی تا این زمان زندگی کردند و زندگی میکنند. این کاری که فردوسی کرده خب طبیعیست که دریست به باب هزار منظر حماسه ایران و ما از اگرچه اصل اون روایت ها برای ما باقی نمونده ولی فردوسی باعث شده که ما بتوانیم این یادگارهایی که به دست دهقانان رسیده بوده و اونا یا در حفظ داشتن یا نمونه‌های نوشتاری داشتن و فردوسی استفاده کردیم، ما از همه اینا آگاه بشیم. اینه که شاهنامه در میانجی خیلی خوبی از این و علاوه بر اون مبحث بعدی اینه که فردوسی از سخن سخنوران روزگار خودش یعنی پیران و سخنوران اون زمان که بیشترشون همون خانواده های دهقانی و پیران خانواده های دهقانی و وابسته در واقع صنفی و خانوادگی به خود فردوسی بودن، از این طریق ما اونها را بهره بریم. علاوه بر اون فردوسی در روزگار خودش به هنوز بازماندگان اهل فرهنگ و ادب دین بهی یا دین زرتشتی کیش پیش از اسلامی ایرانیان هنوز باقی بودن و هنوز حضورشون در جامعه مشخص بود، از اونها هم استفاده کرده و در خیلی جاها اشاره میکنه در متن شاهنامه خودش که اونها چی میده و طبیعی است که روایت های که از زبان موبدان زرتشتی، بیربدان و موبدان زرتشتی گفته میشده در تا روزگار فردوسی و به دست فردوسی رسیده، یعنی فردوسی شنونده اونها بوده، پای نقل اونها، پای روایت های اونها بوده و سپس همه اونها رو خودش هم حفظ کرده هم به اصطلاح روی کاغذ آورده نوشته که بتونه در شاهنامه از اونا استفاده بکنه و کرده است و
این کار رو و در واقع نمای مبهمی از اون چه که در بین پیشوایان زرتشتی تا اون زمان باقی مونده بوده فردوسی واسطه شده و این نما رو هم به ما انتقال داده است. مبحث بعدی این که ما با نقالی روبرو هستیم، کاری به نام نقالی. اون چی که ما امروز از نقالی میشناسیم رد پای آشکاری است که این که در زمان فردوسی نقالی به این شکلی که الان در روزگار ما از مدت ها پیش و تا روزگار ما در قهوه خانه ها پاتوخ های سرگرمی و تفریح و در این حال فرهنگی مردم، عموم مردم، عامه مردم اجرا میشد و میشه، ما نقالی به این صورت در اون زمان رد پای ازش نداریم. و این کلید واژه شنیدم که فردوسی پی در پی میگه، این اشاره به همون نقالیست که شفاهی میشنیده از قصه گویان و نقالان در زمان خودش، ولی روایت کتبی نوشتاری از اونها به دست نیامده و نداریم و نمیدونیم که در روزگار فردوسی واقعا آیا متن نوشتاری از این نقالی ها بوده است یا نبود. و در واقع کم بودن امکان گسترش سواد آموزی و چیزهای نوشتاری هم در روزگار فردوسی باعث می شده که چنین چیزهایی بر روی کاغذ نیامده بوده باشد و ما ردپایی از انعکاس نقالی در اون زمان نداشته باشیم. اما بعد از سر تا سر تاریخ ما از آغاز تا امروز و بیشتر در واقع باید بگیم از اسلام، از بعد از اسلام تا امروز، ما فقط و فقط سه روایت نقالی برای ما باقی مونده است و این سه روایت امروز هر سه چاپ شده است، یکیش البته در آستانه نشره حالا خواهم گفت و دوتای دیگرش قبلا منتشر شد که یکی از اونها متعلق به که اولی هست، از نظر زمان چاپ اولی هست ولی از زمان نوشته شدنش متعلق به زمان قاجاریه، یعنی دوران ناصرالدین‌شاه قاجار است. و این رو دو نفر از ویراستاران ما، از اهل ادب ما، این متن رو که نامش هفت لشکر، من این رو این رو میبینید لابو عنوان روی جلد کتاب هفت لشکر رو، این رو آقایان مهران افشاری و مهدی مداینی این رو ویراستن، ویرایش کردن و در یک جلد بزرگ در واقع بیش از 800 صفحه در بله در 817 صفحه این رو در یک جلد منتشر کردن از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد. و دومین متنی که به دست ما رسیده، این که میگم به دست ما رسیده، حالا محرومم از این که به دست شخص من الان رسیده باشه، متاسفانه من هنوز این کتاب رو که حالا ذکرش رو میکنم ندیدم و این ولی منتشر شده و این متن از نظر زمانی، زمان نگارشش عقبتر از روزگاریست که مال اون اولی بود که گفتم از روزگار ناصرالدین شاه بود و این متعلق به دوران صفویان هست و آخر دوران صفویان، یعنی دوران شاه سلطان حسین صفوی. و این رو استاد پژوهنده بسیار ارزمند ما آقای دکتر سجاد آیدندو، استاد دانشگاه ارومیه در آذربایجان غربی، این رو میراستند و منتشر کردن در چندین جلد. و این متن که متن خطی و اصلیش در کتابخانه استاد زنده یاد مشتبه مینوی کشف شده و دست آمده، این رو آقای دکتر آیدندو منتشر کردن در چندین جلد
که من هنوز اون رو ندیدم در سفری که به تهران چند سال پیش از این داشتم آقای آیدلو گفتن به من که امیدوارن که در آینده به دست من برسونن که هنوز لابد فرصت نکردم و نرسیده به دست من ولی اطلاع خوب خوشبختانه ازش داریم. این متن بزرگ هم که از دوران صفویان هست و نسخش در کتابخانه استاد مینوی بوده است ایشون خوب منتشر کردن و خوشبختانه دومین کاری است که انجام. سومینش که در واقع در دوره پیش از دوره حاضری که الان هستیم درش یعنی در دوران پهلویان نوشته شده روی کاغذ آمده و از مرشد نقال بزرگ روزگار ما مرشد عباس زریدی هست که او این متن بزرگ رو که در 999 صفحه نیم ورقی قدیم دو برابر صفحه های A4 امروزی اون صفحه ها هست کتاب خیلی بزرگ و در 999 صفحه مرشد عباس زریدی این رو همه اون چرا که تومار مرشد عباس زریدی خوانده میشه روی کاغذ آورده و به دست ما رسیده است و این توفیقی رو که پیدا شده است و مرشد عباس این رو روی کاغذ آورده خوشبختانه من این افتخار رو به دست آوردم که این متن در واقع 1000 صفحه‌ای رو 999 صفحه بزرگ رو ویرایش کنم و منتشر که این کار در چندین مرحله انجام گرفته مرحله آخرش در آستانه انجام گرفتن و اجرا است. مرحله نخستش انتشار گزینه در واقع گزینه رستم و سهراب از این متن است. خب دوستان روی جلد این رو می‌بینن این رو در سال 1369 انتشارات کوفت در تهران منتشر کرد که بارها هم به چاپ رسید و مورد اقبال و استقبال خیلی زیاد قرار گرفت. دومین کاری که روی این متن مرشد عباس انجام گرفت انجام دادم در واقع این انتشار بخش‌های کوتاه‌تر و گزینه‌های کوتاه‌تر از این متن در نشریه‌های ادبی و فرهنگی چاپ بیرون از ایران و در ایران انجام. در ایران نخستین بار در مجموعه‌ای به نام جنگ اصفهان که یک نشریه ادبی فرهنگی چاپ اصفهان بود انتشار یافته در اصفهان بود نخستین بار من مرشد عباس رو در اونجا معرفی کردم و گزینه‌ای از یادگار نقالیمون رو برای اولین بار در اونجا مثلا مرشد عباس معرفی کتبی و ادبی و فرهنگی شد چون تا اون زمان غیر از مردم عادی که در قهوه خانه گلستان اصفهان می رفتن هر روز از پای نقل ایشون می نشستن و ایشون رو حضوری می شناختن و اهل کتاب و نوشتار نبودن این جماعت که می رفتن بیشتر کارگران ساختمانی و مردم عادی بودن که مرید و علاقمند مرشد عباس نقالیش بودن نمیرفتن نمیشستن نگوش و خود من نخستین بار نقالی رو در همون قهوه خانه گلستان در خیابان چهارباغ اصفهان پای سخن مرشد عباس اونجا آشنا شدم. پیش از اینکه با کتاب و نوشتار در این زمینه آشنا بشم حضوری و شفاهی از زبان مرشد عباس شنیدم و کم کم با ایشان آشنا شدم و ایشان با اظهار لطف فراوان حاضر شد که متن خطی خودش رو که تمامی تومار او رو کامل در همونطور که گفتم نزدیک یک صفحه کمتر از اون صفحه های بزرگ 1000 صفحه نوشته بود حاضر شد که تصویری از اون رو در اختیار من بگذاره زیراکسی از اون رو در اختیار من بگذاره و این کار در زمان حیات خودش در واقع
معرفی این همطور که گفتم از جنگ اصفهان شروع شد و سپس به نشریه‌های ادبی و فرهنگی چاپ تهران رسید و بعد هم در نشریه‌های چاپ نشریه‌های فارسی زبان چاپ خارج از ایران از جمله در ایران نامه و ایران شناسی دو نشریه‌ای که در آمریکا منتشر می‌شد و می‌شود شما می‌شناسید اون نشریه‌های خیلی معتبر ادبی و فرهنگی رو در اونجا برای نخستین بار در خارج از ایران در اون نشریات منتشر شد. سپس دانشنامه ایران انسایکلوپدیا ایرانیکا استاد یارشاتر از من خواستن و به من رهنمود دادند و در واقع من رو مأمور کردن که من نقالی رو و مرشد عباس ضریری رو که به خوبی میشناختم معرفی کنم. من در یک گفتار کوتاه، درآمد کوتاهی در دانشنامه ایرانیکا که معتبرترین سند ایران شناسی هست در جهان در اونجا معرفی کردم که شما میتوانید تحت عنوان در اون سایت دانشنامه ایرانیکا در زیر عنوان ضریری اون رو پیدا کنید. زیر همون عنوان ضریری عباس میتونید اون گفتار رو پیدا کنید و ببینید که دانشنامه چجوری اون رو معرفی کرد. و بعد در جاهای دیگری هم به هر حال منتشر شد شرح حال مرشد عباس و سپس کار به ویرایش متن کامل این کشید که سالهای اخیر دهه های اخیر کار من در این زمینه و در زمینه کار مرشد عباس بخش عمدهش صرف همین کار شد و این رو الان ناشر پرکاری به نام قغنوس، انتشارات قغنوس در تهران بر عهده گرفته که این متن رو در 5 جلد 5 دفتر منتشر بکنه و الان آخرین مرحله های ویرایش این شماره صفحاتش رو الان دقیق یادم نیست ولی چیزی بیشتر از 4000 صفحه هست و در 5 جلد این بیش از 4000 صفحه آخرین مرحله های ویرایشش میگذرونه با من هم در تماس هستن و من در کار ویرایش نهاییشم مرتب نظر خودم رو و ریزکاری های مطلب رو براشون بیان میکنم و قول دادند و اطمینان دادند که این 5 جلد تا پایان امسال خورشیدی 1396 وارد بازار کتاب هست که خب امیدواری خیلی خوبی است و در واقع این سیر کوشش در شناخت نقالی رو از اون کارهای نخستین که اشاره کردم بهش تا اینجا میرسونه که دیگه ما بعد از اون تا این لحظه اونجایی که من اطلاع دارم متن نوشتاری دیگری ما سراغ نداریم، یعنی کار نکرده‌ای در این زمینه نداریم و میشود گفت که غزل آخر رو و سخن آخر رو مرشد عباس ضریری با این کتاب بزرگش در تاریخ فرهنگ ایران برداشته و بسیار مفتخرم و بسیار خوشحالم که سهمی کوچکی هم من در ویرایش این داشتم، از این کارهای پراکنده اول و تکه تکه قبلی گرفته تا برسن به این متن کامل تومار او در 5 دفتر که بسیار امیدواری منتشر خواهد شد. و این تاریخچه جریان نقالی به دنبال شاهنامه بود که تا روزگار ما رسیده و الان هم کسانی ادامه میدن. مرشد ترابی نمیدونم اشاره کردم یا نه، همین امروز من یک نقلی را از ایشون با ایمیل رسیده بود تماشا کردم که داستان گردآفرید از رستم و سهراب رو بسیار بسیار زیبا ایشون بیان کرده. بله، حالا فرصت خیلی کمی داریم و من دیگه بیش از این به خودم اجازه نمیدم که در آستانی بکنم و مجال رو
میدم به دست دوستان عزیز با سپاسی دوباره از دکتر میرانی و از این دوستانی که حاضر شدن در این برنامه. اگر پرسش عمده‌ای و ناگفته‌ای هست، چیز ناگفته‌ای هست در سخنان من که ناقص هست و در حد این چند دقیقه‌ای که باقی مانده از فرصت تعیین کردشون هست بگویم و من هم سعی خواهم کرد که با اختصار تمام به کوتاهی تمام پاسخ‌های احتمالی رو بدم. و از شما میگم که اگر بلند سوال بکنن شما شاید بشنوید، وگرنه من اینجا میشینم و تو بلندگو تکرار میکنم که به گوش شما برسه. هر جور مصلحت میدانید و درست سو اجرا میشه بفهم. سوال کنید اجالت نکنید بفهم. استاد من سوالم از شما شاید ارتباط مستقیمی با بیانات شما نداشته باشه، ولی دوست دارم بدونم که آیا شاهنامه و انعکاسش در دروس مدارس ایران بین دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آیا تفاوتی درش ایجاد شده؟ این قسمت اول سوال منه. و قسمت دومش که فکر میکنم شاید مرتبط باشه اینه که این آثاری که به چاپ قراره برسه و به یا و به اصطلاح در همین دوران معاصر به چاپ رسیده، مخاطبینشون کیا هستن؟ آیا اشخاصی هستن که کار پژوهش در مورد شاهنامه رو به صورت آکادمیک دارن انجام میدن و یا اینکه با فرهنگی که امروزه حاکمه در ایران و همه جای دنیا که مطالعه کتاب به صورت خیلی کاهشی کاهش پیدا کرده مخاطب عامم داره؟ جنیدی مولوان من در پاسخ آیا پاسخ بگم به این پرسشتون؟ لطفاً من از شانامه تا جایی که من میدانم شاهنامه تفاوت متن شاهنامه این که در مؤسسه‌های آموزشی هست الان و اجرا میشه، خب اگر به خصوص سطح دانشگاهی رو بگیم که خب در همون حدی است که باید باشه و در دانشگاه الان من از نزدیکم میشناسم، از یکی از اونها خب من نام بردم دکتر سجاد آیدندو و دیگران رو هم میشناسم، مردان شایسته و ادیب و فرهیخته ای هستن و به خودشون اجازه نمیدن که کوچکترین خدشه ای و زیانی به متن شاهنامه ای که در تدریسشون و در پژوهششون در دانشگاه اجرا میشه کوچکترین خدشه ای وارد میشه و بنابراین از این لحاظ و کسی قادر نبوده که خلاف این رو علاوه این که اعتقادی هم برحال به این مرتبه این کار نداشته بوده باشد خلاف این رو انجام داده باشد. این رو من به هیچ وقت سراغ ندارم و میدانم که شاهنامه ای که در دانشگاه ها تدریس میشه عیناً همون شاهنامه فردوسی است و از روی ویراسته ترین چاپ های اون یعنی همین ویرایش خالقی مطلق. این اطلاعی است که من دارم و چیزی خلاف این از کسی نشدیدم. بنابراین از این بابت خیالتون راحت باشه. و در بیرون از دانشگاه ها هم در رسانه های همگانی هم این مسئله اونقدر مثل آفتاب درخشانه که اگر هم خدای نکرده کسی باشه که بخواد دخل و تصرفی در شاهنامه کرده باشه که گمون نمی کنم کسی جرأت این کار رو به خودش داده باشه یا بخواد بده، اگر همچنین چیزی باشد مردم نمیپذیرند و بعد هم وفور این چاپ‌های فریخته و چاپ‌های ویراسته شاهنامه امروزه حتی خواننده متوسط و عادی را هم متوجه کرده که شاهنامه درست و حسابی شاهنامه ویراسته حقیقی کدامه و در هر کتاب فروشی که مراجعه بکنند الان شاهنامه هم چاپ مستور که از روی اون چاپی
در ایران هم چندین بار چاپ شده از طرف بنیاد شاهنامه فردوسی در تهران و هم چاپ خود خالقی مطلق که دارالمعارف اسلامی هم در تهران این رو چاپ دوم کرد. اینها همه در همه کتاب فروشی ها و کتابخانه های همگانی ها موجوده و همه ایرانیان علاقمند به اینا دسترس دارن و اگر هم خدا اینا کرده کسی باشه که بخواهد دخل و تصرفی در این مکان کرده باشه اصلا امکان چنین کاری رو نداره. بنابراین از این لحاظ خیال شما راحت بشه، خیال ما هم راحته که هیچ خدشه و زیان به متن شاهنامه نخورده و نمیخوره و نخواهد خورد و در واقع میگوید همونطور که فردوسی در اون قطعه معروف که معروف شاهنامه میگوید مناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیاید. باد و باران که هیچی از آدمیان هم از برخی از آدمیان هم گزندی به این بنای کاخ بلند فردوسی و شاهنامه اون نرسیده است و نخواهد رسید. اما خوشبختانه کار دانشگاهی و کار ویرایش شاهنامه باعث شده که شاهنامه از اون نسخه های خطی خیلی در هم بر هم و غلط و نابهنجاری که در قرن‌های گذشته از روی دست نوشته است که فردوسی نسل به نسل می‌گشته و نوشته می‌شده و کاتبانش هم غالبا آدمای متوسطی بودن با سواد نچندان بالایی، از اونها تونستیم بگذاریم عبور کنیم و برسیم به شاهنامه‌های ویراسته امروز. به امروز دیگه اصلا اون چیزایی که خطی ها بود که از اون دوران ها اگر باقی مانده باشه هست و بهش اشاره میشه، اونا فقط برای موزه تاریخ ادب و تاریخ فرهنگ ایران بود و کسی با اونا کاری نداره. امروز هر کس سراغ شاهنامه رو میگیره و در هر کتاب فروشی هم مراجعه کنه بلافاصله یا شاهنامه چاپ بنیاد و شاهنامه رو میذارن جلوش که از روی شاهنامه مسکو هست و یا شاهنامه خالقی مطلق، چیزی جز این نمیذارن جلوش. و اگر هم کسی گزیده خلاصه ای کرده باشه از روی همینه. البته گفتم بیشتر که یک چاپ هم همون در همین زمان ما مصطفی جیهانی چند است که اونم در 6 جلد هست و اونم خوب چاپه به نسبت معتبری است و به هر حال اینا رو ما داریم و هیچ جای نگرانی از این بابت نیست. اون نسخه های خط اون غلط و مغلوط ها هم دیگه تاریخش و زمانش گذشته، تاریخ مصرفش در واقع تمام شد. همین آقای دکتر، من فکر میکنم یه بخشی از سوالیشون فقط نسخه موجود نبود. من فکر میکنم سوالشون این بود که در آیا کسی مطالعه کرده مثلا مقایسه بکنه میزان توجه به شاهنامه رو در کتب درسی دوران پهلوی با میزان مثلا توجه به شاهنامه در کتب درسی دبستان و دبیرستان در دوران بعد از انقلاب، اگه چنین مطالعه شده اصلا؟ من سراغ ندارم، به احتمال زیاد شده، باید شده باشه، چون دلسوزان در این زمینه و پیجویان در این زمینه کم نیستن، از جمله استادان بزرگ دانشگاه تهران و فرهنگیان دیگر. اما من سراغ ندارم که کسی چنین سنجشی رو، چنین مقایسه‌ای رو انجام داده باشه، ولی احتمال میدم که این کار رو کرده باشن و به هر حال، ولی اونطور که من تشخیص دادم تفاوت چندانی نمیتونه داشته باشه. اون تکه های برگزیده شاهنامه که در کتاب های درسی دوران پهلوی آمده و اون برگزیده هایی که امروز در کتاب های درسی دبیرستانی هست جای داره، دانشگاهی که خب دیگه جای خود داره در مورد دانشگاهیش که گفت. همین Thank you.
Thank you. Thank you. Can you سوالو شنیدی؟ نه فهمیدن که خیلی استفاده کردن و خیلی یاد گرفتن و تشکر کردن از صحبت‌های پرمغزتون. بعد گفتن که برای یک جوان 20 ساله‌ای که فارسیش هم یک کمی نم کشیده، آیا یه روایت ساده شده‌ای از شاهنامه هست یا قصه مورد نظر شما هست که مدخل خوبی باشه، معرفی خوبی باشه برای یک چنین جوان جویای نام؟ خیلی پرسش خوبی است، ولی متاسفانه من یک متن جمع جوری که الان بخوام اینجا معرفی کنم به شما برای یک چنین جوان فرضی که علاقمند هست معرفی کنم، الان آمادگی ذهنی ندارم که چنین متنی رو معرفی کنم به شما، ولی به طور قطع شما میتونید اون رو پیدا کنید. همونطور که گفتم به هر حال شاهنامه است، شاهنامه اصلی، و میتونن از این متنی که گفتم توی شبکه جهانی هم در اینترنت هم یوتیوب و چیزای ماننده این میتونن پیدا کنن. به هر حال گزینه های گوناگون هست و همین متنایی هم که من ازشون یاد کردم، یعنی کار خالقی مطلق و که خالقی مطلق و کار چون شاهنامه چاپ موسکو که باز چاپهاش با کارهای بسیار از طرف بنیاد شاهنامه فردوسی در تهران انجام گرفت است، میتونن از روی همین ها اون متن اصلی رو پیدا کنند. گزینه های بسیار متنوع و گوناگون هم از کوتاه و بلند که اینها رو یک گشت و گذار و جستجوی مختصر میتونه اینها رو در اختیار علاقمندان و دوستداران قرار بده. و این رو بگویم که خوشبختانه بنیاد شاهنامه فردوسی که شاهنامه پژوهان بسیار برجسته و فرهیخته‌ای هم درش کار می‌کنند در تهران محکم و استوار بر جای خودش ایستاده و گزندی همچنان که به خود شاهنامه از گردش گردون گزندی نرسیده، خوشبختانه بنیاد شاهنامه هم کارش رو ادامه میده و تا کنون متنای گوناگون و متعددی از بخش‌های شاهنامه رو به طرز ویراسته و خوبی منتشر کردن اینها، و کسانی مثل آقای مهدی غریب که از شاهنامه پژوهان بسیار درخشان ما هستند این کار رو ادامه میدن. البته بنیادگذار بنیاد شاهنامه فردوسی زنده‌یاد که مجتبی مینوی بود و کارش رو با انتشار چندین بخش از شاهنامه که نظارت بر اونها داشت و اون دقت و وسواس ادبی و علمی بسیار زیادی که ایشون داشت اون کار رو انجام داد، و بعد هم دوستان و دست پروردگانش و دوستان و یارانش مثل آقای مهدی غریب اینها کار او رو رسالت او رو ادامه دادن و من یه فراموش کرده بودم بگم که خب من یک کتاب کوتاهی هم، یعنی دو تا کتاب کوتاه در واقع در مورد شاهنامه نوشتم که اینها برای جوانان میتونه مؤثر باشه چون کوتاهه و به راحتی بیشتر میتونن مراجعه کنن. یکی به نام هفت خان رستم هست که این رو انتشارات قونوس، همین انتشارات قرار متن کامل شاهنامه نقالان رو منتشر کنه، منتشر کرده خیلی سال پیش از این هفت خان رستم. دیگری رو که دو جلد هست در واقع یه مؤسسه‌ای به نام هست در تهران به نام از ایران چه میدانم، و در دو جلد که این ده ها جلد کتاب منتشر کرده تا کنم همه تحت عنوان از ایران چه میدانم، که خود این عنوان کلی تقلید از یه مجموعه فرانسویه به نام چه میدانم، مثلا فقط چه میدانم، که اون البته به زبان فرانسه است و تعدادی از اون چه میدانم ها به فارسی هم ترجمه شده. و اون چه میدانم
در زمینه‌های فرهنگی گوناگون، علمی گوناگون و فرهنگی گوناگون مربوط به همه انسان‌ها، همه جهان میشه. تعدادش به فارسی هم ترجمه شده و به تقلید بسیار سزاوار و شایسته‌ای که کردن در ایران دست اندرکاران اومدن و کلمه از ایران را هم اضافه کردن، از ایران چمیدان، که در این مجموعه از ایران چمیدان هم که ده ها جلدش تا کنون منتشر شده و مؤسسه ای اصلا کارش همینه، یعنی انتشاری غیر از این نداره، از ایران چمیدانم دو جلدش رو خب من نوشتم، میتونم فهرست از ایران چمیدانم رو مثلا در همین یوتیوب و امثال اینها پیدا کنن. بعد فهرست از ایران چمیدانم رو که میده، اون وقت توی اونها دو جلدش اونهایی هست که من در مورد داستانهای حماسی و پهلوانی ایرانیان نوشتم و همین مؤسسه از ایران چمیدانم منتشر کنم. این را هم دارم که خدمت دوستان عرض کنم. نظرتون راجع به این طرز کار چیه؟ بفهم. شنیدین سوالو؟ بله بله شنیدم. بله. خب پاسخش بگم. تمام نه شاید که شاهنامه خالقی مطلق اگر به درآمدش دسترس داشته باشه، به درآمدش مراجعه کنید، ایشون در درآمد این ویرایش به قول معروف از سیر تا پیاز همه پشتوانه های شاهنامه رو و آنچه رو که بهش دسترس داشتن و اونها رو سند کار خودشون یعنی سند این ویرایش قرار دادن همه رو ذکر کردن و با نگاه انتقادی هم ذکر کردن. یعنی مثلا اگر گفتن که شاهنامه چاپ مسکو هم مطرح هست، نقدشون نگاه انتقادیشون بر شاهنامه چاپ مسکو هم و همراهش آمده. یعنی خلاصه با نگاهی نقادانه و انتقادی به تمام کارهایی که در مورد شاهنامه تا این زمان، تا زمان ایشان و تا زمان در واقع انتشار ویرایش خاص ایشان انجام گرفته به همه اینا اشاره بود. اینه که یک خواننده علاقمند به شاهنامه وقتی به شاهنامه خالقی مطلق مراجعه میکنه و پیش گفتار و درآمد اون رو میخونه، میفهمه که به اصطلاح این چه متاییست و از چه کارگاهی اومده بیرون و چه پشتوانه هایی داشته. حال ایشون چیزی رو از این لحاظ که پیشینه کار رو بیان بکنن با نگاه انتقادی فروگذار نکردن و خود این درآمد شاهنامه آقای شاهنامه ویراسته آقای دکتر خالقی خودش به اندازه کافی چراغ راهه و راه نماست که خواننده علاقمند بدونه که ایشون کجا ایستادن و چه کردن با چه پشتوانه و چه به هر حال زمینه ای کار خودشون رو عرضه کردن. من چیزی که برادر از گفته خود ایشون باشه ندارم که الان اینجا بگم و چون مفصل قضیه نیاز به خواندن از روی کاغذ داره و من هم الان برهم هم میتونم اینجا تمام حرفایشون رو بازگو کنم و نه این کامپذیر هست، ولی من ردپا رو نشون دادم. اگر شاهنامه خالقی مطلق در جایی گمان نمی کنم که شاهنامه ایشون روی اینترنت آمده باشه مطلقش نشنیدن تا حالا و خبر ندارم از این بابا، ولی میتونم که چاپیش رو به هر حال یه صورتی یکی از این دو چاپ نیویورک و یا تهران رو به دست بیارم و پیشگفتار آقای خالقی مطلق رو بخونن و ایشون دیگه همه چیزایی باید با اونجا گفتن و پرسش ها رو پیشا پیش پرسش های فرضی رو جواب دادن. معلومه از این پیشگفتار شخص میتونه بفهمه که آقای خالقی کجا ایستادن یا کجا ایستاده بودن در زمان پرداختن به این کار و چه کردن و خلاصه در
چنته ایشون چه خبر است و چه خبر است. سلام استاد، من نمی‌خوام استاد اولین سوال هم این که من خودم سالها در منطقه دوران کار پژوهشی میکردم و البته کارم شاهنامه کردی نبود و اون روایت هایی که از شاهنامه زبان کردی میشه، ولی به نظرم خواستم صحبت کنم رو قطع کنم. نمیدونم فاصله امان شما با میکروفون چجوریه، صدا به طور مفهومی شنیده نمیشه، یعنی من دقیق نمیتونم بفهمم که فهم شما چی هست. سلام استاد. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟ خب خیلی 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 ممنون از سخنان ارزشمندتون. صدای من میشنوید الان؟ یعنی بله، الان هم روی ماهتون رو میبینم هم صدای رازنی. خواهش میکنم. گفتم چند تا سوال دارم که ممکنه به همش نرسیم، ولی کن اولین سوالم اینه که، و نمیدونم که این در واقع سواله یا چیه، ولی سالها من منطقه گوران بودم و اونجا کار پژوهشی میکردم. کار پژوهشیم البته روی شاهنامه کردی نبود، ولی در کنار کارام خیلی به این شاهنامه خوانی هایی که ضبط شده بود اینها گوش میدادم و کتاب هارم که به زبان هورامی کردی در واقع بود که این مقدارش آقای مکچی جمع کردن، ولی خیلی زنده است، یعنی سنت زنده ای و خیلی ها میدونن اون برداشته از شاهنامه فردوسی به زبان کردی رو. من میخواستم ببینم که شما آیا روی این برداشت ها، حالا مثلا همین برداشت به زبان کردی از شاهنامه فردوسی و برداشت های دیگه در نواحی دیگر ایران به دیالکت های مختلف فارسی و زبان های دیگه، آیا این برداشت ها شما کاری انجام دادید؟ و نمیدونم که آیا این ربطی هم داره به این مسئله که شما مطرح کردین، یعنی نقال ها در واقع یه نوع دارن برداشتی از شاهنامه فردوسی میکنن، درسته؟ درسته، بله. و همین خواستم، این اولین سوالمه، حالا اگه وقت داشتیم سوالای دیگه هم میکنم. من با کارهای آقای مکری آشنا هم و خوب خبر دارم از علاقه فراوانی که همیهنان کرد ما به حماسه ایران و شاهنامه دارن. الان چجوری بگم، الان این که من بخوام جواب دقیق و مستندی به شما بدم امکان پذیر نیست در اینجا، ولی به هر حال اون چه که آقای مکری و نشاید که همیهنان کرد علاقه که نشون دادن و کارهایی که کردن بسیار قابل توجهه و من برخی از این روایت های اونها رو خوندم، البته تخصصی ندارم، من با گویش های کردی هم آشنایی کامل و فنی در واقع آشنایی دقیق ندارم، اون چه که من خوندم اطلاع دارم از کارهای به زبان کردی جنبه عام و همگانی داشته است و نه جنبه تخصصی و فنی. بنابراین هر چه به دست ما برسد، در چه نوشته شده باشه یا به چاپ رسیده باشد، غنیمت است. و در واقع اطلاع کلی من اینه که در میان قوم‌های ایرانی یا این مجموعه‌ای که ما ایرانیان رو تشکیل میده، میتونم بگم اینا از اطلاعات عمومی و از آگاهی‌های کلی که کردها یکی از شاخص‌ترین بخش‌های قومی ایران، ایرانیان هستند که به شاهنامه و روایت‌های پهلوانی ایران توجه زیاد دارند و لابلای مقاله‌های گوناگون، بحث‌های گوناگون من فراوان در این زمینه‌ها خواندم، ولی خب خودم البته میگم تخصص جداگانه و شخصی ندارم در این زمینه، هر چه خوندم جنبه اطلاع رسانی عام داشته است. به هر حال ما از این که همیهنان کرد ما چه در بخش کردستان و چه بخش جداگانه در کرمانشاه اینقدر توجه دارند و من دوستان کرد متعددی هم داشتم در گذشته، هم از با
کردستان کردستان هم از کرمانشاه که از نزدیک هم در این مورد شاهنامه باشون صحبت کردن، برای من با شکل شمایل خاص خودشون شاهنامه خوانی کردن، تو نشست هاشون شرکت کردم و از این بابت بسیار خوشحالم و بسیار درود میفرستم به همشون که اینقدر توجه دارن. و میان اقوام ایرانی هم غیر از کردهای هم سنندج و بقیه شهرهای معروف کردستان و کردهای کرمانشاهی، من بی اطلاعی منه و کمبود منه، ولی من قومهای دیگه یا به اصطلاح قومها نمیشه گفت، چه میدونم شاخه های گوناگون ایرانیان رو ندیدم که به اندازه اینها به شاهنامه توجه داشته باشن و روایت های خاصی از شاهنامه رو برای خودشون در بین خودشون اجرا. امیدوارم یه روزی این روایت ها که بخش هایش منتشر شده به صورت کامل تری منتشر بشه و همه ایرانیان بتونن ببینن که این همیهنان گرامیشون چجوری نگاه به شاهنامه کرده اند. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نمیدونم استاد من بلنشم بهتر یا بشینم بهتر؟ شما چطوری بهتر من ببینید؟ استادیدم خوبه. بله استادم خوبه. استاد یک سال دیگه که شاید باز این ارتباط مستقیم شاید با صحبت شما نداره، خود من خیلی خیلی علاقه مندم به سمک عیار و نمیدونستم که این به صورت نقالی هم اجرا می شده. تا چند سال پیش که توی روزنامه دیدم که آره پیرترین نقالی که سمک عیار رو نقالی می کرده این خلاصه فوت کرده اینا. خیلی برام جالبه، یعنی آیا شما روی سمک عیار کار کردین، روی سنت نقالی که از به سمک عیار رب داره کار کردین یا نه؟ من سمک عیار رو که استاد زنده یاد من دکتر پرویز ناقل هانلری اون رو تصحیح کرده راسته، هم در زمان خود ایشون که دانشجوی ایشون بودم خواندم و پرسش های زیادی از خود ایشون کردم در مورد سمک عیار و بعدها هم بارها بهش مراجعه کردم، نقل قول کردم ازش. در حال سمک عیار شاید مناسب ترین داستانی است در ادبیات ما برای نقالی، ولی اطلاع خیلی دقیق از این که در کی و در کجا سمک عیار رو چه کسی به صورت نقالی اجرا کرده باشه، این اطلاع رو متاسفانه ندارم. از این بابت من ذهنم پر نیست، خالیه. ولی خب مناسب ترین متن نیست که هست غیر از این. بازم ما داریم متن‌هایی که برای نقالی مناسب هست و اجرا شده از نقالی هاش و مثلا حسینی کرد شبستری، حسینی کرد شبستری یکی از این هاست میگم و اجرا هم میشده. حسینی کرد رو من خبر دارم که در شهر زادگاه خود من اصفهان مدت‌ها اجرا میشده. حسینی کرد رو مردم علاقه خیلی داشتن، اما خودم شخصاً پای نقل این داستان‌ها نبودم و این برای من تأسف آوره که چرا این فرصت و امکان رو نداشت. ولی خب مناسب ترین است. خیلی ممنون. من یه سوالی از شما بکنم. شما به متون در واقع قبل از اسلام مورد استفاده یا استناد به شاهنامه بوده اشاره کردید. اولین جایی که اسم ایران در این متون یاد میشه کجا؟ در متن‌های ساسانی، یعنی متن‌هایی به زبان پهلوی، پهلوی البته ساسانی چون ما پهلوی اشکانی هم داریم، ولی در متن‌های به خصوص در متن پهلوی ساسانی بارها و بارها به نام ایران اشاره میشه. البته قبل از اون هم ما در سنگ نوشته های هخامنشیان که باز نوشته شده و ترجمه شده از
هم به زبان فارسی هم به زبان‌های زنده دیگر جهان به دانشمندان زبانشناس اون سنگ نوشته‌ها رو چون از دوران هخامنشیان ما چیزی غیر از سنگ نوشته‌ها به دست نداریم کتاب‌ها هم در واقع سنگی بود کتاب کاغذی و چیز اگر هم خواست بمونه تا حالا هزار باره پوسیده بود ولی ما سنگ نوشته ها رو که داریم در این سنگ نوشته ها بارها به نام ایران یاد میشه اشاره میشه به نام ایران و شاهان هخامنشی این از در همون جمله اول سنگ نوشته داریوش در تخت جمشید پاسارگاه پاسارگاد و تقریم شیل در اونجا ما کلمه ایران رو نام ایران رو میبینیم عدم در یواش خشیاسیا خشیاسیا دخیون خشیاسیا ایریان من داریوشم شاه کشور شاه کشورها و قبل از من کشورها از ایران یاد ایران رو ایریان را یاد میکنه که نام ایران هست این قدیمترین جاییست که ما نام ایران رو میبینیم نوشته شده است بله خیلی ممنون استاد خیلی متشکرم ببخشید من کلمه عربی زیاد قاطی میکنم وقتی حرف میزنم مثل بقیه همون اولین چیزی که ازتون سپاسگزارم اینه که این همه صحبت کردین تعداد کلمه‌های عربی که استفاده کردی خیلی کم بود همش فارسی بود مثل شاهنامه من سوال من و حاصل نگرانیمه اینه که شما البته من خارج از کشور نگاه کنید تعداد جوان‌ها خیلی کمه مثل من های پسر دختر خالم و چند نفر دیگه اینجا همه مثلا تعداد جوان‌ها کمه من خیلی وقت اینجا هستم نمیدونم ایران مثل اون موقع که ما در دبستان و در بیرستان می رفتیم اون موقع به نظر من عشق برای شاهنامه تو جوانا وجود داشت حالا نمیدونم هست کسایی هستن که بتونن بعد از شما بیان ادامه بدن این جریان و خب همین سوالی که قبلا می شد همینه نگرانی اینه که این شاهنامه توی جوانا هیچ برنامه‌ای وجود داره که علاقش درشون ایجاد بشه که بیان استادایی بتونم از شما که این ادامه پیدا کنه یا اینکه این وجود داره از علاقمندیتون و دلسوزیتون بسیار سپاسگزارم ولی بهتون اطمینان میدم که جای نگرانی نیست چرا که همه خبرهایی که ما داریم حالا از بیرون از ایران سخن میگم همه خبرهایی که ما داریم اینه که در بیرون از چارچوب و حوزه جغرافیایی ایران هم توجه به همه فرهنگ و ادب ایران و در میانه ما و تاج سر همه اونا شاهنامه فراوانه و بسیار زیاد شاهد میخواهید تمام نشریه‌هایی که در بیرون از ایران منتشر میشه در کشورهای اروپایی و در آمریکا و چه شاهدی بزرگتر از این که خب ما میبینیم که متنهای بزرگ ایرانی که در سر همین اونا شاهنامه هست در بیرون از ایران و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینها منتشر میشه اینها برای خاک خوردن و نگه داشتن در گنجینه‌های کهنه شده که نیست وقتی دانشگاه نیویورک بخش ایران شناسی دانشگاه نیویورک میآید و 8 جلد شاهنامه خالقی مطلق رو منتشر میکنه یعنی تمام تدارک انتشار این کتاب و انتشار این 8 جلد کتاب کار ساده ای نیست به زبان فارسی و در یک کشور بسیار دور و خارج از حوزه زبان فرهنگ ایران بنابراین این کوشش و همتی که به خرج داده میشه همکاری که خود آقای خالقی مطلق اونم در بیرون از ایرانیشون کرده است در آلمان و هم همتی که استاد یار شاطر برای نشر این در سلسله انتشارات دانشگاه نیویورک به خرج داده همه این را حکایت از این میکنه که اون نگرانی و دلواپسی که شما دارید
چندان موردی نداره و خوشبختانه این کارا انجام میگیره. و این که شاهنامه خالق مطلق مطلق اول بار در خارج و بیرون از حوزه فرهنگی ایران اصلا منتشر میشه و بعد چاپ دومش در تهران منتشر میشه، خود این حکایتگر همین مسئله است که بگوین کتابی به زبان فارسی ولی اول بار در بیرون از ایران و در سرزمین انگلیسی زبان منتشر شده و بعد مرتازه چاپ دومش در ایران منتشر شد. این خودش بزرگترین زنده ترین گواهی از این هست که سنت ایجاد شده انتشار متن‌های ادبی ایرانی و در سر همه اونا شاهنامه در بیرون از ایران دیگر کاملا شناخته شده و جا افتاده. از این بابت کسایی که نگران اینن که اینها و خب این وقتی شاهنامه به این صورت منتشر میشه در آمریکا، این فقط اشخاص صاحب نظر و کهنه کار و چه میدونم دانشگاهیان و اشخاص مسن نیستن که این شاهنامه رو به دستشون میرسه، در آمریکا به دستشون میرسه، بلکه هر جوان ایرانی هم یا حتی اونایی که متولد بیرون از ایران هم هستن و سن کمی ازشون میگذره، مثلا 20 سالگان و امثال اینها که بعد از این رویدادهای چند دهه اخیر به دنیا آمدن و چه بسا که بسیاریشون ایران را هم به چشم ندیدن، سفر نکردن به ایران، ولی ایرانی موندن، در دامان خانواده های ایرانی بار آمدن و ایرانی بار آمدن و به فارسی صحبت کردن. من در بسیاری از نشست های نظیر همین نشست شما میبینم که به فارسی صحبت کردنشون هم افتخار میکنم و اگر فرصت بود من سندهای زیادی در این زمینه به شما ارائه میکردم، نشون میدادم که الان شبکه اینترنت جهانی از این قبیل روی کرده این قبیل جوانان فاصله گرفته، ظاهرن فاصله گرفته از ایران ولی پیوسته به ایران، چقدر اینا روی کرد دارن و شاهنامه را مسلمن در بیرون از ایران هم شاهنامه رو اینها دیدند و میبینند و میخوانند. من فقط استادای دانشگاه یا اشخاص مسن نیستم که این شاهنامه فرض کنیم چاپ آمریکا رو دیده باشن یا به این جوانان یا کم سنترها نسل جوان هم توجه دارن به این و این رو ما سندهای زیادی اطلاعات زیادی در این مورد داریم و خوشحالیم و همین رسانه های ارتباطی جهانی هم گوه این امر هست، بسیاری نشانه ها نشون میدن در این زمینه، حتی نشانه های از روی کردن پرشور همین جوانان فاصله گرفته ظاهری با ایران ولی احوال وسته و با وسته بود مربوط به فرهنگ اینطوری هستش. این نهایت آقای دکتر از این وقتی که ما دادید متشکرم و از این بمیتونم این یه جایی بسیار خوبیست که صحبتمون رو تمام بکنیم به یک پیام امیدوار کننده. منم مثل شما فکر میکنم که با وجود کسانی مثل شما و با وجود مهر به ایرانی که در خیلی ها آدم میبینه، هم زبان فارسی هم فردوسی هم حافظ حفظ خواهد شد و ایران دیگه نه در محدوده جغرافیایی هست، ایران بسیار وسیعی هست و کسانی مثل شما واقعا خدمت عظیمی میکنید به اینکه این بنای عظیم فرهنگ فارسی پایدار بمونه. ما همه مدیون شما هستیم خاطر خدماتتون و من مشخصا از طرف دانشگاه مدیون شما هستم که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی لطف کردید. ممنونم از این همه کسی که تقدیم میکنید و من هم نه برای شکست نفسی بی جا ولی واقعا میگم این رو که جز یک ایرانی وابسته و دلبسته به فرهنگ ایران کسی بیشتر از این نیستم و سهم کوچکی ادا کردم در این زمینه. کارها باید کرد کارستان و اگر فردوسی میگوید
که نمیرم از این پس که من زنده‌ام خیلی معنیش گسترده‌ام. و این زنده بودن فردوسی رو امروز ما با چه گستردگی می‌بینیم. و شاید اگر این شاهنامه به دوران این خصوص انتشار الکترونیکی امروزه که الان هست نمی رسید، شاید می شد گفت کمتر این زنده بودن معنی پیدا می کرد، خصوص امروز که به سرعت نهادهای جهانی و نهادهای فرهنگی جهانی دارن در واقع نوعی گلوبالیزم یا جهان بینی جهانی و گلوبالی دارن جانشین نهادهای ملی و بومی میشن. در این دوران خیلی این چیزها ممکن بود ولی نشده از چنین چیز، و همین که تا الان نشده و الان ما میبینیم که چه اندازه نفوذ و گسترش هست، همین خودش گواه زنده است بر این امر. من کتاب دیگری هم دارم که به صورت دیجیتالی منتشر شده در شبکه، شاید بتونید پیدا کنید، به نام ایرانی ماندن و جهانی شدن. این کتاب رو که می‌بینید و عنوان انگلیسیش هم این پشت جلد هست، این کتاب اصلا حرفش همینه. تمام این کتاب که در شبکه هم هست، این کتاب در لندن منتشر شده، این کتاب حرف اصلیش همینه که ایرانی ماندن و جهانی شدن. و این پیام رو ما باید رو پیشانیمون بچسبونیم، حتی کاغذ که هیچی، روی چندونم انتشار دیجیتالی که هیچی، حتی روی پیشانیمون هم وظیفه داریم و رسالت ماست که بچسبونیم که باید جهانی بشیم. این امریست که حتمی است، ولی جهانی شدن خشک و خالی و اونطور که بعضی ها شدن، یعنی خودباختگی در فرهنگ غربی، این نیست ایدئال ما و آرمان ما. آرمان ما اینه که همچنان ایرانی بمانیم و بار منفی ندیم به این بی ایرانی بودن، بلکه بسیار بار مثبت و گسترده بدهیم، ولی در عین حال فراموش نکنیم که ما باید هم ایرانی بمانیم و هم جهانی بشیم. چون اگر جهانی نشیم، در اون ایرانی ماندن ما کم کم پوست میاندازه. و همچنان که برخی از ملت‌های کهن الان از فرهنگ و آثار کهنشون و آثار بومیشون چیز چندانی براشون باقی نمونده در دسترس خودشون و دیگران نیست، ممکن بود ما هم به همون سرنوشت دچار بشیم، ولی خب خوشبختانه تا این زمان نشدیم و امیدواریم که این همت و این کوشش و تلاش رو داشته باشیم، هم ما و نسل‌های کارکنانمون و هم نسل‌های آینده، که این خصیصه رو حفظ کنیم. و خود ادبیات پیشین ما، ادبیات حتی پیش از اسلام ما، این رسالت رو بر عهده داشتن و این کار رو کردن. شما امروز اگر می‌بینید که دانشوران و پژوهندگان غربی از چند قرن پیش به این طرف، به ویژه بعد از دوران رنسانس تا زمان ما، این همه روی متنای ایرانی، متنای کهن ایرانی کار کردن و این متنا رو هم اصلش رو به زبان اصلی و هم با شرح و تفسیر و گفتگو دربارش و هم به زبانهای خودشون ترجمه هاش رو به زبانهای خودشون، به ویژه فرانسه و انگلیسی و بعد از اونها روسی و برخی زبانهای دیگر، آلمانی و برخی زبانهای دیگر، اگر می‌بینیم که این همه از رنسانس به این طرف کار شده و برخی از این کارهای اونا به فارسی هم و در زمره انتشارات فارسی هم در آمده و دانشمندان بزرگ معاصر ما، استادان بزرگ دانشگاه ما، استادانی که من افتخار شاگردی شماری از اونها رو داشتم، از دکتر محمد معین و دکتر محمد مقدم و بقیه دیگران، دکتر خانلری و بقیه اینها، استاد کوردابود و خلاصه خیلی، اگه بخوام اسم بیارم همه رو باید ذکر بکنم، اینها تمام سر تا سر عمرشون رو در واقع
صرف کردم که به ایرانیان بگویم که شما غریبه و تنها نیستید در جهان. بفرمایید دعاها عاشق صادق در آستین باشد. این نمونه کارهای اروپایی ها و آمریکایی ها هست و اگر آدم های بسیار بسیار بزرگ حتی بر اثر عشق ایران، یکی از اونها الکساندر آبهامتوپ از عشق به ایران و علاقمندی به ایران، این آمریکایی فرهیخته وصیت کرده که او رو در ایران در شهر اصفهان و در پای پل خواجو در اون باغچه و چنان بولوار جلوی پل خواجو یک از زیباترین جاهای دنیا در ایران در اونجا تقدیم کنن و خوشبختانه جون به در برده این و آرامگاهی که برای او ساختن هم خودش و همسرش دو تا قبر پهلوی هم زیر یک واقعه آجوری و کاشیکاری به سبک واقعهای ایرانی در اون گردشگاه جلوی پل خواجو برقرار برپاس و هیچ حادثه ای هم اون رو از بین نبرده و نخواهد. این کسی است که تاریخ هنر ایران رو در مجلدات زیادی نوشته و بدهکاری ایران به این مرد بزرگ بسیار زیاده و واقعا ارزش داشت که این حداقل تجلیل و بزرگ داشت از او به عمل بیاد بنا به وصیت خودش که خوشبختانه انجام گرفت. این نهایت از شما متشکرم. ماندن همه شما که حتما اینطور خواهد بود و کامیابی های ایران شناختی آینده همه شما. خیلی متشکرم.